درود به دوستای با مرام، با معرفت و با عشق خودم. دوباره مجنون اینجاست با یه تفسیر قرآن. یه جمله معروف هست که میگه دفاع کردن یک زن از اسلام دقیقا مثل دفاع کردن یک گوسفند از عید قربانه. و اون بانوی مسلمانی که الان شاید ناراحت شده باشه و مخالف حرف منه، بهش پیشنهاد میکنم تا پایان ویدیو با من همراه باشه تا بدونه که من با این زیبا رو هیچ دشمنی ندارم و اتفاقا میخوام عشق جهان هستی رو بهش بدم. آگاهی، بله، در این ویدیو دوباره قراره یه وجه دیگه از حقیقت رو ببینید. شما قراره حقیقت رو ببینید و مسلمان چشم و گوش بسته تسلیم و اسیر اسلام نوک دماغشونو. دوباره قراره یه عده با شنیدن حرف حق برن توی فکر، یه عده هم فشار بخورن. و در مقابل فهم مقاومت کنن، چون مستقیما به موضوع بانوان اشاره میکنم در این ویدیو. در واقع به زن ستیزی در قرآن اشاره میکنم. قرآن پر از آیات ضد زن، زیاد داره، زیاد. اصولا قرآن برای مردها نوشته شده. در واقع الله جنس نر رو خطاب قرار داده. چرا گفتم نر؟ چون چیزی که داره بهش اشاره میکنه نمیتونه اسم مرد رو یدک بکشه. مثلا وقتی میگه خلق الانس، منظورش آقایونه و خانوما توش هیچ نقشی ندارن. و نگاهی که قرآن به خانوم ها داره کاملا نگاه ابزاریه. اگر میخواین ازم حمایت کنید، سابسکرایب و لایک رو بزنید تا بریم با هم این تفسیر قرآن رو ببینیم. سوگند یاد می کنم که به ورس های قرآن دست نبرم، حقیقت را بگویم و عملی به جز روشنگری انجام ندهم. بریم سراغ تفسیر قرآن. بقره 223. زنانتان کشتزار شما هستند، هر کجا که خواهید به کشتزار خود درایید و برای خیش از پیش چیزی فرستید و از خدا بترسید و بدانید که به نزد او خواهید شد. کشتزار نامیده شدن زنان در قرآن یه مسئله کاملا جنسیه. حالا جدا از اینکه یه استفاده یه ابزاری داره که زنان کشتزارشان، زنان مزرعه شما هستن، هر موقع بخواید میتونید حاملشون کنید، میتونید دونه بکارید توشون، خیلی غیر اخلاقی و نامردیه. یه مسئله ای داره که به تاریخ نگاه کنی به خاطر همین این آیه رو محمد نوشته. اصلا همینی که میگه زنان کشتزار شما هستند، شما، این شما یعنی کسی که قرآن برای اونها نوشته شده، یعنی زنان جزء شما نیستند. یعنی انسان صدا کردن مردها فقط و زنها هیچ نقشی ندارن و بیشتر استفاده ای ابزاری دارن توی قرآن. کشتزار شما، زنها یه موجود دیگه، انگار یه ابزاره، به کشتزار مزرعه تشبیهشون کرده. حالا فلسفه این آیه چیه؟ قدیما یهودی ها معتقد بودن برقراری تماس جنسی از مقعد باعث کچ شدن و چپ شدن چشمهای کودک در آینده میشه، کودکی که اون زن به دنیا بیاره. از اونجایی هم که اعراب خیلی استفاده ابزاری از تمام حفره های بانوان داشتن، خیلی به محمد فشار میومد تا بخواد از این سوراخ هایی که کارایی دیگری دارن استفاده جنسی نکنه. بنابراین اومد یه بار برای همیشه این بحث رو تمومش کرد و به تمام مردان مسلمان اجازه داد تا از تمام سولاخهای بانوان محترم استفاده جنسی ببرن و آنها را کشتزار نامید و تأکید کرد هر زمان و در هر کجا و به هر شکلی که دوست دارید میتونید از کشتزار خودتون استفاده بهینه رو ببرید. سخبر نخور. بقره 221. زنان مشرک را تا زمانی که ایمان نیاورده اند به همسری نگیرید. کنیز مؤمنه بهتر از زن آزاد مشرک است. عجب. هرچند شما را از او خوش آید. و به مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند زن مؤمنه مدهید و بنده، داخل پرانتز، برده مؤمن بهتر از مشرک است. بنده مؤمن بهتر از مشرک است. برده مؤمن بهتر از عجب. هرچند شما را از او خوش آید. اینان شما را به سوی آتش دعوت می کنند، نه به جانب الله و بهشت و آمرزش. باشد که پند گیرید
میدونید یعنی چی؟ به زبان ساده یعنی میتونی یه زنی رو که مسلمان نیست رو به بردگی بگیری و بهش تجاوز بکنی. فقط نباید عقدش کنی، نباید باش ازدواج کنی، فقط میتونی استفاده جنسی بکنی ازش. آزادی، اما نباید عقدش بکنی، حتی اگر عاشقش شدی. در این آیه نابرابری میان مسلمانان و نامسلمانان و همچنین نظام بردهداری تایید میشه. واقعا دوست دارم ببینم اون زن مسلمانی که مخالف حرفمه از خودش چه دفاعی داره. من دارم میگم اسلام با تو این کار، قرآن، اصلا اسلام یه بحث جداست، قرآن این گونه داره با تو رفتار میکنه، چه دفاعی داری؟ تازه اجازه 4 تا زن گرفتنم داره، یعنی تو شوهرت غیر از شما، در واقع شوهرتون غیر از شما 3 تا شوهر دیگه، 3 تا زن دیگه هم میتونه داشته باشه. غیر از این 3 تایی که داره میتونه زنان مشرکه رو هم به زور بیاره خونه و بهشون تجاوز کنه. چه دفاعی داری دوست من، خواهر من، بانوی گرامی؟ بنویس تو کامنت. بقره 230. اگر مرد برای بار سوم زن را طلاق داد، دیگر بر او حلال نیست مگر آن که به نکاح مرد دیگری درآید و با او هم بستر شود. و هرگاه آن مرد را طلاق دهد، آنگاه می تواند برای بار چهارم با زن ازدواج کند. اگر می دانید که حدود خدا را رعایت می کنید، رجوعشان را گناهی نیست. اینها حدود الله است که برای مردمی دانا بیان می کند. عجب روی. اگر مردی 3 بار همسرش را طلاق دهد و بخواد برای بار چهارم با او ازدواج کند، باید آن زن حتما با شخص سومی ازدواج کند و با او هم بستر شود. این رو بیشتر برای تنبیه مردان استفاده کردن که آقا مثل خرگوش پریدی رو این، بپر رو بعدی، رو بعدی پریدی، برو رو این. یه بار یه اشتباه کردی، 2 بار یه اشتباه کردی، 3 بار یه اشتباه کردی که دفعه چهارم مجبوری که شاهد باشی که زنت میره با یه نفر دیگه هم بستر. وای چه فاجعه‌ایه. در واقع برای تنبیه اشتباهات مرد، فرض بگیریم اشتباهه، برای تنبیه اشتباه مرد از بدن زن استفاده میشه. این وظیفه سنگین رو معمولا در طول تاریخ خود روحانیت مبارز انجام میداد، طبیعیه براش. بس همه اینا به کنار، در اوج بی احترامی که داره به خانوم ها انجام میشه، به انسان، به شعور انسان داره انجام میشه، میگه این دستور الله هست برای مردم دانا. واقعا واقعا کسی که بدون فکر کردن بیاد و این احکام رو اجرا بکنه، واقعا میتونه دانا باشه؟ میتونه عقل داشته باشه؟ اصلا میتونه از 20 کیلومتری دانایی رد بشه؟ نسا 3. اگر شما را بیم آن است که در کار یتیمان عدالت نورزید، از زنان هر چه شما را پسند افتد 2, 3, 4 به نکاح درآورید. میگه اگر ترس دارید که، وای چه فاجعه ای الان فهمیدم، میگه اگر مثلا 3 تا بچه داره یه زنت، ترست بر اینه که نتونه به بچه‌هات رسیدگی کنه، یا زنت از قبل بچه داشته اون ترس برات داشته که نمیتونی به این بچه‌ها رسیدگی کنی، اجازه داری زن بگیری و زن دومت بیاد هوای بچه های یتیم رو داشته باشه. و اگر بیم دارید که به عدالت با آنها رفتار نکنید، تنها 1 زن بگیرید. حالا این عدالت مال چیه بین بانوان گرامی است؟ وای بقیهشو نخوندم. اگر بیم آن دارید که به عدالت رفتار نکنید، تنها 1 زن بگیرید و مالک آن شوید. انگار سگ گرفته بینامون. این راهی بهتر است تا مرتکب ستم نشوید. در اسلام یک مرد میتواند 4 زن رسمی داشته باشد. بانوی گرامی، بانوی مسلمان عزیز و دوست داشتنی و زیبا، بیا حق خودت دفاع کن دیگه، بیا. بعد تازه اینا مال قانون قرآنه، شیعه یه چیز جدید مندرآوردیه که قوانینش کلن فرق داره. شیعه اجازه داده زیاد به وفور میتونی ازدواج کنی، به همسری بپذیری. حالا یه صیغه‌ای آوردن که معلوم نیست خودش چه صیغه‌ایه، یه تبصره اضافه کردن تا تو بتونی هر چند تا دوست داری رابطه متعدد داشته باشی. تا الان هر آیه رو خوندم کاملا در تضاد بوده با اعلامیه جهان شمول حقوق بشر سازمان ملل متحد. این رو هم در جریان داشته باشید. اینجوری نیست که فقط من مجنون مخالف باشم، مخالف اعلامیه جهان شمول حقوق بشر سازمان ملل متحد اینا. فکرم نکنید تمام زنهای پیامبر با آغوش باز ازدواج کارو پذیرفته بودن، خیلی هاشون شاکی شده بودن.
توی تاریخ ما میتونیم بخونیم اینا رو. نساء 11. الله در مورد فرزندانتان به شما سفارش میکند که سهم پسر برابر سهم دو دختر است. بانوی گرامی و زیبا، الان نوشته مثلا دور از جونت، دور از جونت، پدر گرامی شما چشم بر جهان فرو ببندند، اگر یه داداش دو قلو داشته باشی و بخوان ارث و میراث رو بینتون تقسیم کنن، داداش شما دو برابر شما سهم داره. چه دفاعی از این داری؟ اگه دفاعی داری بنویس، اگه دفاعی نداری نمیگم بیدین شو، نمیگم نماز نخون، بخون اتفاقا، رابطه تو با خدا قطع نکن، اما چشم و گوش بسته قبول نکنم هیچ چیزو. نظرتو بنویس برام اگرم مخالفی. بعد تازه نوشته شما نمیدانید که از پدران و پسرانتان کدام یک شما را سودمندتر است بین فرزندانتان. اینا حکمه الله هست و الله دانا و حکیم است. میگه که شما نمیدونی که کدوم بچت بهتره، الله میدونه، الله دانا و حکیمه. پسرت از دخترت بهتره، تو که نمیدونی، الله میدونه. من میدونی ماکسیموم پیشرفت اسلام این بود که دیگه دخترها رو زنده به گور نمی‌کردن، چهار تا میدادن بره. می‌دونید خیلی تای پیشرفتشون این بود. و حالا یه سری مسلمان‌ها میان میگن این برای اون زمان بوده. نمی‌دونم خب چرا الان دارید اجراش میکنید؟ یا مثلا تو بحث عایشه که میگن نه 9 سالش نبوده، حالا 9 سالش بوده، دخترای اون موقع خیلی درشت بودن. خب الان که درشت نیستن چرا الان دارین عقد میکنین؟ میدونید پاکستان چه خاصن، کشور خودمون ایران میدونید چه خبره، تو همین سالها میدونید چه کودک همسری بوده. چه دفاعی دارید از این؟ یه بانوی مسلمان زیبای معصومه گل الان اینجا باشه، چه حسی به دست میده؟ همسرت فردا صبح با یه دختر 10-12 ساله بیا، اصلا آقا 14 ساله خوبه، با یه دختر 14 ساله پاشه بیاد خونه بگه این زن منه، من حق دارم بگیرمش. چه حسی به دست میده؟ به شعور تو این نمیشه؟ نساء 15. و زنان شما که مرتکب فحشا میشوند، این باحاله، از 4 تن از خودتان بر ضد آنها شهادت بخواهید. اگر شهادت دادن آنها را در خانه محبوس کنید تا مرگشان فرا رسد و یا خدا راهی در پیش پایشان قرار دهد. نوشته 4 نفر بخواین اگر زنتون زنا کردن بیان شهادت بدن که زن ما زنا کرد. اولا که میشه شهادت دروغ، چون نبودن و ندیدن که زنت زنا کرده. ولی حالا میخوای دروغگو نباشی، در خونه رو باز میکنی میبینی زنت زیر یه نفره، دوباره باید بودو کنی بری بیرون، بعد تازه باید بری 4 نفر تو خیابون بیاری که عادل باشن، یه دفعه بریزی تو اتاق خواب بگی ما دیدیم شما دارید با هم زنا میکنید. واو! بعد از این شهادت تازه بهت حق داده که زنها رو در خانه محبوس کنید تا مرگشان فرا رسه. الان خیلی اتفاق میفته، همین چند وقت پیش توی اتریش یه همچین اتفاقی افتاد، یه پدر بیرحمی دختر خودش رو توی زیرزمین خونه حبس کرد. خیلی اتفاق میفته تو دنیا، مطمئنن هنوز هم آدمایی هستن ولی خبرشون بیرون درز نکرده، یعنی یه عالمه آدم محبوس هستن که این اتفاق میفته. و جالبه بدونید که به محض فهمیدن پلیس هر جای دنیا غیر از کشورهای اسلامی باشن، دستگیر میشن به عنوان یه بیمار روانی یا مجرم، محاکمه میشن یا به تیمارستان فرستاده میشن. اما تو قرآن نوشته این کار رو باهاشون بکنید. بانوی زیبا بیا دفاع کنه خودت، بانوی مسلمان دفاع کنه خودت از زن زناکار. مطمئنم الان میاد اون تندروهاشون میان میگن که میخواست زنا نکنه، میخواست فلان نکنه. آیا کسی که زنا کرده باید همچنین کاری باش صورت بگیره؟ چجوری نمیفهمین مرد سالاریه واقعا؟ چجوری نمیفهمین برده داریه؟ و رسیدیم به گل سرسبد آیات ضد قرآن، نساء 24. و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شدند، دمتون گرم، مگر آنها که به تصرف شما در آمده باشند و شوهرانشان را در جنگ از بین برده باشید. حرفی باقی میمونه، نوشته آقا با زن شوهردار ازدواج نکنید، عجب لجنی ها، نوشته با زنان شوهردار ازدواج نکنید مگر آنها که به تصرف شما در مگر اینکه اونها رو گرفته باشید، شوهرشون از بین برده باشید، گرفته باشید مثل یه مرغ از تو کوچه، از تو مزرعه، مثل یه آهو شکار کرده، مثل یه حیوان میتونید ازشون استفاده کنید، بر شما حلال هستن. این نحوه سفارش شده رفتار نرهای مسلمان با بانوانه. به خاطر همین اول ویدیو گفتم دفاع کردن یک زن از اسلام دقیقا مثل دفاع کردن یه گوسفند از عید قربانه. پس شاد، سلامت، آگاه و ثروتمند باشید. چشمنید.